رسانه های خارج از کشور در وقایع شهریور گذشته تا امروز بنده با صراحت عنوان میکنم رفوزه شدن، نه تنها نقش مثبتی نداشتند بلکه نقش منفی داشتند، رهبر تراشی کردند. اپوزیسیون، شخصیت ها، جریان های سیاسی که مورد قبول بودند عمدتا بسیاریشون کنار کشیدند، سکوت کردند، میدان رو واگذار کردند به چهره هایی که توسط رسانه ها بولد شدند اما ظرفیت رهبری نداشتند. بسیاری از همان ابتدا فورا میگفتن ما وارد یک انقلاب شدیم، موقعیت انقلابی شدیم. تبلیغ برخی از رسانه ها که نام نمیخوام ببرم به گونه ای بود که کسی اون رسانه ها رو میدید فکر میکرد امروز فردا حکومت داره سرنگون میشه. ما شاهد تظاهرات چند صد هزار نفری در شهرها و شهرهای بزرگ نبودیم و این مهمه. قشر خاکستری جذب نشد. یه حکومتی که میبینید با ماجراجویاش جهانی رو انگوش به دهان گذاشته، توی سوریه، توی عراق، توی لبنان، توی یمن. بنابراین تصور این که با یک جنبش زن زندگی آزادی این حکومت سقوط میکنه خوشخیالی به محض بود. ما اگر قرار باشه با این صحنه دراماتیک روبرو بشیم که اپوزیسیون توی لندن یکدیگر رو کتک بزنند، مردم حق دارن بپرسن میگن اینا که دستشون به جایی نرسیده یکدیگر دارن میزنن میکشن. ببینید شکاف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان عمیق‌ترین مرحله رسید. شکاف بین چپ و راست، گروه های ناسیونالیست و گروه های اتنیکی داخل و خارج، خب این ناپختگی شما مردم نگاه میکنن. در خارج کشور چه شد؟ حذف یکدیگر گروه های اپوزیسیون، درگیری در تلاش برای مصادره به مطلوب کردن، تحمیل خود به دیگری، شعارهای لومپنیستی.